من میدونم که میخوام درگیر بشم، یعنی 100% میخواد درگیری اتفاق بیفته. برای شروعش من رقص پا داشته باشم با حریفم یا وایسم و گارد بگیرم و آمادگی داشته باشم؟ سلام، به کانال ما خوش اومدید. اگر از موضوعات سلف دیفنس خوشتون میاد و علاقه دارید آموزش ببینید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، ما رو شیر کنید بین دوستانتون، با ما همراه باشید. خب یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که وینچون با بقیه رشته‌ها داره رقص پاشه، یعنی چیزی که از بیرون مشاهده میشه اولین تفاوتمون رقص پاه. بقیه توی باشگاه‌هاشون رقص پا دارن، ما تو باشگاه‌هامون رقص پا نداریم. ما نشست داریم، حرکت‌هامون از نقطه صفر سکون داره. به نظرتون چرا باید اینطوری باشه؟ من امروز اصلا با این استایل اومدم ویدیو رو دارم ضبط می‌کنم که بگیم ما سلف دیفنس داریم کار می‌کنیم برای خیابون. توی خیابون من همه جور آمادگی باید داشته باشم. یه موقع از کوله دارم، خانومم مانتو دارم، چادر دارم، شرایط خاص. همیشه شرایط آمادگی درگیری نیست توی باشگاه. رقص پا یه سری شرایط خاص داره. جسم متحرک زدنش همیشه سخت‌تره، یعنی شما توی تحرک ضربه بخوای بزنی سخت‌تره. باید بالاخره یه جا سکون داشته باشی. از صفر سکونت که خارج میشی تا دوباره میخوای به صفر سکون برسی یه زمانی میبره، هر چند کوچیکه. این زمان از دست میره، تلف میشه و حریف هم میتونه به شما ضربه بزنه. و اینکه دلیل بودن رقص پا توی تمرین ها برای چیه؟ چرا یه موقع از هدف چربی سوزی، هدف بالا بردن ضربان قلب، هدف مسائل فیزیولوژیکی؟ خب خیلی چیزا مثل رقص پا میتونه باشه. چرا فقط رقص پا؟ چرا بیس رزمی های ما با رقص پان؟ یه موقع از فضای رینگ رقص پا میکنید، خب این شرایطش هم فرق میکنه. ویدیو ضبط کردیم در رابطه با مسائل رینگی که اصلا تفاوت های چیا هست، خیلی با هم دیگه فرق میکنه. من هم میدونم حریفم نقطه ضعفش چیه، من میدونم حریفم مثلا پازنه، من میدونم حریفم اومده منو بترکونه، ولی تو دعوا که همچین چیز مشخصی است. ممکنه با یه صلوات تموم بشه، ممکنم هست ادامه پیدا کنه تا اصلا مثلا قتل برسه، اتفاقات خطرناک بیفته. پس این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. زمینی که من همیشه نمیتونم رقص پا بکنم، یه موقع از فضا نامناسبه، یه موقع از زمین نامناسبه، یه موقع از کفش من نامناسبه، یه موقع از من وسیله‌ای دارم. بعد زمینی که رقص پا یکی از مزیت‌هایی که نام میبرم براش ضربان قلب، چربی سوزی، لیپولیز و و و و این جور چیز هاست. خب اینا ما تو درگیری که ما همینطوری اسید لاکتیک داریم ترشح میکنیم، از این ورم ضربان قلبم به خاطر استرس هم فعالیت های سمپاتیکیم رفته بالا. رقص پا دیگه چیه؟ این وسط رقص پا چی میگه به من؟ من هی کمک کنم که ضربان قلبم بره بالاتر، سرعتم بیاد پایینتر. باید فکر بکنیم ببینیم که چه فرقی بین وینچون با بقیه رشته ها هست و چرا این شکلیه. هدف فرق میکنه، ما کاری نداریم. چرا رقص پا خوبه برای اهداف خود، ولی تو بحث موضوع سلفس ما حرف داریم. ما میگیم توی دفاع شخصی، توی درگیری شما نبایستی رقص پا انجام بدید. ببینید اصلا منطقی هست؟ من الان شونه به شونه شدم، احتمال درگیری میره. خب من وایستم شروع کنم رقص پا کنم، حریفم رو تحریک کنم، یعنی من آمادگی 100% درگیری دارم، بیا شروع بکنیم؟ خب اصلا منطقی نیستش. مسئله دوم، اصلا من میدونم که میخوام درگیر بشم، یعنی بحث شد، رد و بدل شد، اومدیم توی این فاز قرار گرفتیم. حالا برای چی رقص پا بکنم ضربان قلبمو ببرم بالا؟ حالا برای چی رقص پا بکنم تایمایی رو از دست بدم؟ ببین من روی تایمی روی هوا هستم دیگه، یه تایمی روی زمین هستم. من که پاهام رو زمین که این شکلی بالا پایین فقط نمیشم که، بالاخره پرش دارم. بگو صدم میلی ثانیه رو هوایی، این صدم میلی ثانیه رو داری میدی دست حریفت، یعنی کافیه بکشه زیر پات، خیلی راحت تر میخوری زمین. حالا ممکنه من این حرف رو زدم، بیان برام کامنت کنن نه من اون لحظه این دفاع رو میکنم، اون دفاع رو میکنم. چرا عاقل کند کاری که باز بعد بیام یه فن دیگه بزنیم؟ من بیام یه کاری رو انجام بدم، رقص پا رو انجام بدم که اون اومد بزنه، بعد من بگم حالا یه دفاعی انجام میدم؟ خب چرا این کارو بکنم؟ من میتونم وقتی ساده وایسم، حریف موقعی که میخواد شروع بکنه فواصلمو رعایت بکنم، بر اساس فواصلم بتونم حمله بکنم. الان نگاه کنید،
من دارم تو استایل وینچون کار میکنم، من با شما کاری ندارم، من گاردمو گرفتم، استایل نشستم، استایل وینچونه، درست پام رو زمینه ولی وزن روشی ندارم، دارم کنترل میکنم، اگر حریف بخواد به من حمله بکنه من از سنسم استفاده میکنم، حالا یه دفاع میکنم یا نیرو رد یا هر کار دیگه‌ای میکنم، کاری ندارم، ولی دوتا شونم نزدیک حریفه. چرا من این شکلی وای نمیستم؟ حالا رقص پا یه مسئله است، نوع گاردم. ببینید ما الان، من الان اگه وایسم این شکلی، اگه حریف هم این شکلی وایسه، سایت تو سایت میشه دیگه. یه بدیه ای که داره اینی که یه دست من دفاع، ببین خوبیش تو ذهن خیلی زیاده، یعنی تو نگاه اول خب من بیزم و اندام حساسم و سیف کردم، ضربه به من نمیخوره و نهایت ضربهش اینی که به شونه من میخوره دیگه، در صورتی که من برای رسوندن این دستم نیاز به روتیت بدنم دارم و صرف زمان دارم، ولی موقعی که این شکلی باشم دوتا همزمان با هم حمله میکنه، یعنی من میتونم دفاع انجام بدم همزمان حمله هم انجام بدم، جفتش با هم میرسه، ضمن اینکه اینجا من فقط دارم حریفمو میبینم و این اطرافمو. من موقعی که این شکلی هستم یه دامنه 180 درجه دورم هم دارم حس میکنم و تو دید من هستن که من چجوری اگر احیانا کسی هم از این ور اومد من بتونم دفاع بکنم. من از اینجا بخوام فقط باید دفاع کنم، بعد برای ضربه زدن باید این کار انجام بدم، ولی این شکلی نه، من این شکلی اومدن حمله میکنه، دفاع میکنم، ضربه میزنم راحت، و این همزمان بودنش خودش هم یه نکته خیلی خوبه توی وینچون که ما دوتا کار رو همزمان انجام میدیم، یعنی این شکلی نیستش که بزنه من اینطوری دفاع کنم ضربه بزنم. چرا این، من اصلا نمیتونم بفهمم، اینو لمسش نمیتونم بکنم، چرا وقتی که دوتا کارو میتونی همزمان انجام بدی همزمان انجام ندم، چرا وقتی من تو فاصله پا میتونم از پا استفاده کنم بذارم برسه که بیام خطر رو به جون بخرم بیاد نزدیکتر به امید اینکه دست من عمل بکنه، خب بذار از پا استفاده بکنی دیگه، مثلا میمونه من اینجا این کارو نکنم بذارم بیاد که مثلا از آرنج هم استفاده بکنم، خب آرنج کوتاه‌تره دیگه، دست بلندتره، پا بلندتر. من نمیتونم اینا رو بفهمم، فواصل رو نمیتونم بفهمم که چرا فاصله ها رو رعایت نمیکنیم، چرا رقص پا میکنیم، منطق نداره. چیزی که تو درگیری، ببینید اینو تو ذهنتون باشه، ما همه یه هدفمون درگیریه، من قراره توی درگیری استفاده بکنم، من وینچون کار میکنم توی درگیری جونم رو نجات بدم، مسائل سلامتی ورزش سر جاش، ولی من هدفم از وینچون اینه که این فایده رو به دست بیارم، اگه نه نه مسابقات به درد من میخوره، نه مدرک به درد من میخوره، نه مدال، نه هیچ هیچ کنم اینا به درد من نمیخوره، من اومدم که بتونم از خودم دفاع بکنم. ممنون که ویدیو ما رو نگاه کردید، اگر نظری دارید، کامنتی دارید برای ما حتما بنویسید، ما با همه ایده های خودمون داریم ویدیو میسازیم، اگر شما ایده ای دارید ایده شما برای ما محترمه، اگر نظری دارید در رابطه با رقص پا، در رابطه با دفاع ها، فواصل، و اگر منطقی دارید برای این موضوع حتما مطرح بکنید، ما فکر میکنیم رو، شما هم سعی کنید یه زمانی رو بذارید و فکر بکنید در رابطه با حرفایی که زده شد، در رابطه با دلایلی که مطرح شد فکر کنید و ببینید به درد میخوره یا نه. تا هفته بعد با ما همراه باشید.